21 و 22 بهمن سال 1357 روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ تلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یک پارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 98.2% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. شیوه حکومت در اسلام. حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی، حرکت به سوی الله بکشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بران است که با موازین اسلامی جامعه نمونه اسوه خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند، به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ و قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشون تلاش می کند و یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. ان الارض یرثها عبادی الصالحون و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد فقهای عادل امری محترم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است و الالله المسیر تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید. تخلقوا به اخلاق الله. البته دو تا غلط اینجا محتوم باید باشه. اسرهم به ساده هم الله المصیر اسرهم به ساد نوشته، این غلطه. هر دوشو به ساد درست کرده اینجا. ما غلطه، غلط بوده درستش کنم. از هر کدوم اصلاح نکردن هم هر دو ساده، هم مصیر ساده هم اسرهم به ساده. بفرمایید. تخلقوا به اخلاق الله و این جز در گروه مشارکت فعال
و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همون تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بله و نجعلهم ائمه و استضعفوا هم یه الف میخوام و بابش یه الف بگذارم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ولایت فقیه عادل بر اساس ولایت عام و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع و شرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود مجار الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمین ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرعرج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم. قضا در قانون اساسی. مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمین سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. وسائل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی اسوه که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه های مختلف مردم رسیده بود در 12 فصل که مشتمل بر 175 اصل می باشد در تلیعه 15 قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروع فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد. و این که در قانون گذاری استناد به قانون اساسی است نه به مقدمه. استناد توجه دارن آقای که نه این در مقدمه باید ذکر بشه لازم خب این رو باید ذکر صحبت شد بهتر دانستم چند تا اصل بوده که خیلی هم ضروری بود اونا تصویر داشت و به طور کلی پیشنهاد کنم که دیگه اصول همینایی که تصویب شده دیگه از این به بعد مسئله اصل مطرح نیست. اجازه برمایید اصول همینا اصل خیلی بوده است، پیشنهاد زیاد بوده است، اصول دیگری هم بوده است. انشاءالله اون دیگه باشد برای مجلس بررسی متمم قانون اساسی. اجازه بفرمایید مجلس کاری کنه که به امام، یعنی مجلس کاری کنه که به امام که ما میریم البته این تذکر بشه که امام خوبی است از طرف مجلس بله تذکر خوبی است که ما از طرف آقای نمایندگان بله طرف آقای نمایندگان تقاضا میکنیم که بله خلاصه اجازه بفرمان که امام امت و همینطور مراجع تقلید بالاخره برای ما محترم هم و نظر اون محترم است و ملت مسلمان ایران هم پیروه مراجع تقلید و مخصوصاً رهبر عالی قد حضرت آیت الله امام خمینی هستند. بنابراین ما قانون اساسی را به آقایون تقدیم می‌کنیم. مراجع تقلید نظری داشته باشند علا عین بر چشم همه. من همین می‌خوام عرض کنم که ما بله. کاری کنیم که از نظر قانونی هم بله. طوری باشه که آقایون وقتی که دیدن امام و مراجع تقلید دیدن اولاً یه چیزی باشه که کسانی که نظر دارن درباره این قانون به همون جا مراجعه کنن و نظراتشون به اونجا بگن و یه هیئتی هم مأمور باشه که این نظرات رو به اطلاع آقا و مراجع دیگه برسونه و تصمیم نهایی هم با آقایون یعنی از قانونن به اونا واگذار کنیم.
من پیشنهاد دیگه هم دارم اینی که اگر قانونا لازم نیست برای اینکه مراجع تقلید خودشون و مخصوصا رهبر انقلاب بالاخره ایشون مجتهد عالی قدر هستن که نظریاتشون برای همه ملت ایران و برای آقایون و نمایندگان محترم است و اجازه بفرمایید برنامه ادامه پیدا کنه. قانون اساسی معمولا اجتهادی باید عمل کرد نه تقلیدی. ما اینجا به عنوان آدمایی که خودمون نظر میدیم مینشینیم، نه چون مراجع تقلید گفتن. اونا برای ما معظم و محترم هستن و امام خودشون هم به همین دلیل گفتن ما بنشینیم اینجا، ولی خودشون میفرمودن که هرچی. من نظرم اینه که این پیشنهاد قانونن از مجلس قانونی هست. نه آقایون یعنی نمایندگان، یعنی یه نمایندگی، یه نمایندگی قانونی به آقایون داده بشه که به اصطلاح شکل تفویض امر باشه به اونا، به اونا مراقبات این نظریاتی که چون خیلی نظریات آقایون نمایندگان اختیار بدن به مراجع، مراجع خودشون اختیار دارن از طرف اجازه بفرمایید نماینده مردم من میخوام عرض کنم اگر اونا اجازه بفرمایید آقای حجتی مقصد شما معلوم شد، منم بیان کردم مقصد شما را، اجازه بدید برنامه ادامه پیدا کنه. مسائلی که الان مطرح به زمینه است برای چیزای ضد انقلاب اینا به کلی از بین بره، چون یه عده مطالب صحیح و سالم وجود داره در خط صحیح امام هست، یه عده بچه‌های خوب هستن، یه عده متفکرین سالم هستن که صمیمانه به انقلاب عشق می‌ورزن و مطالبی در طول این مدت گفتن، الان هم مطالبی دارن. اینها یه مرجعی باشه که مطالبشون رو بگن اونجا و یه مرکزی هم باشه که این مطالب شنیده بشه. من چون اصل خودم نمیتونم در خدمت تو خدمت امام بیام، برای اینکه ما بابل باید بریم و دوستان خیلی ناراحتن اونجا. اگر بشه این پیام به امام رسونده بشه، شما خودتون به امام پیام رو برسونید که یه همچین مطالبی هست، ایشون یه ماموریتی بدن افراد خود قوم مرجع این کار باشه و کسانی که مطالبی دارن و برای دلسوزی به اسلام این حرفا رو میزنن. نه آقا اجازه بفرمایید آقای حجتی، آقای حجتی، آقای حجتی، آقای حجتی و آقای حجتی تصمیم نهایی خود امام و مراجع تقلید هم حق داشته باشن که این کار. بسیار خوب آقای حجتی، مطلب شما معلوم شد. بله اجازه بفرمایید آقا آقای بشی شما آقای بهشتی شما قانع شد. آقای جان، آقای حجتی به امام دادن یا ندادن؟ اگر دادن که ما ایراد اونجا هم مطالبی گفته بشه، صحبتای اگر دارن به خود امام بکنن که ضد انقلاب نتونه از این بهانه ها استفاده کنه. چش یه ما پیام شما رو به ایشون میرسه، راهی باز بشه برای اینکه به خود امام این مطالب برسه و آقا هم دستوری بدن که این مطالب مورد بررسی قرار بگیره و اگر حرف حقی هست در همین متن گنجونده بشه. آقا اجازه بفرمایید آقای حجتی، چشم پیام شما رو شنیدیم. دقیق و جزئیات همه شروع خدمت امام برسه.